سلام، من مهدی تعانی. ظهرتون بخیر باشه. اینجا تهران، استودیوی بورسان، و تقریبا میتونم بگیم این هفته کارش تمام شد در بازار سرمایه. معاملات آریا در بازار سرمایه ادامه داره. امروز سه شنبه 13 خرداد سال 99 هستیم و خب بازار امروز کارش تمام شد و خوب هم تمام شد. ابتدا مروری رو بازار داشته باشیم تا بریم با مهمانانمون در این تایم از بازار صحبت کنیم، ببینیم امروز در بازار سرمایه چه کار کردن. ببخشید، شاخص کل بورس اوراق بهادار امروز یک روز فوق‌العاده و رویایی رو داشت. با سوخت پالایشگاهی این اتفاق افتاد. بیش از 4% شاخص کل بازار سرمایه مثبت شد. 40417 واحد شاخص رشد کرد. در عدد 1,028,537 واحدی قرار گرفت شاخص. برای بار سوم رفتش کانال 1,000,000 رو دوباره بگیره. باید ببینیم آیا در این کانال توان ایستادن داره یا خیر. شاخص هموزن نصف شاخص کل در واقع رشد کرد. من یک عذرخواهی هم میخوام بکنم، قرار بود برنامه‌مون 12:35 دقیقه شروع بشه ولی متاسفانه ساعت حدوداً 12:45 دقیقه شروع شد. ما معمولاً ساعت‌های بعد از ظهر که میخواد برنامه‌مون انجام شه یه مقدار مشکل تحویل استودیو رو داریم و از این نظر یک مقدار تأخیر به وجود میاد، لذا باید حتما عذرخواهی کرده باشم از بابت این موضوع. امروز نمادهای فارس، شبندر، فولاد، کشتی، فملی، شستا که گل بیشترین تأثیر مثبت رو بر روی شاخص داشتن و عرض کردم شاخص هموزن هم کمتر از شاخص کل بود به خاطر اینکه به هر حال سهم‌های بزرگ بازار هستن که مورد توجه هستن. اما ارزش معاملات همونطور که صبح هم من پیش‌بینی می‌کردم بالا بود. ارزش معاملات خرد بازار سرمایه تا اینجای کار داره میره که نزدیک 20,000 میلیارد تومان بشه، یعنی الان حتی بیش از 20,000 میلیارد تومانه. 9,900 تا بورس و بیش از 9,000 تا هم فرابورس. اتفاق خیلی خوبی هستش برای بازار سرمایه که داره اتفاق میفته. مثلا بگیم تا الان حدوداً 19,200 میلیارد تومان ارزش معاملات. من بعدم در مورد گزارش بازار امروز صحبت میکنم. الان بریم با اولین مهمانمون که کار هم دارن و قبول زحمت کردن با اومدن، آقای مهدی مظفرنیا، مدیر تحلیل کارگزاری سپه صحبت بکنیم و نظر ایشون رو راجع به امروز بازار سرمایه بشنویم. سلام، ظهر بخیر عرض میکنم آقای مظفرنیا. ما یک دفعه شما رو در برنامه‌مون قبل‌تر داشتیم، این سری به صورت تصویری شما رو داریم. خب شما امروز در بازار سرمایه چه کردید؟ منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب تهانی و خسته نباشید خدمت خود شما و همکارانتون. واقعا کار ارزشمندی رو شروع کردید، کم کم هم داره تقریبا بین همه اهالی بازار جا میفته این برنامه های شما. به بینندگانتون هم سلام عرض میکنم. امروز خب یک روزی بود که بالاخره بعد از میشه گفت اصلاح زمانی که بازار برای مدتی دوچارش شده بود، تقریبا بعد از روزهای نوسانی که داشتیم امروز رسیدیم به مرحله‌ای که میشه گفت فعال‌های بازار به یه اطمینانی نسبت به آینده بازار رسیدن و اینکه ریسک‌هایی که تو این چند وقت متوجه بازار شده بود یک مقدار برای بازار شفاف شد. ریسک‌هایی مثل که اصلی ترینش میشه گفت همون بحث سهام عدالت هستش. خب در ابتدا واقعا اطلاعاتی در این خصوص وجود نداشت و اطلاعات کم وارد به بازار مخابره شد و بازار این ریسک رو تونست پشت سر بگذاره و به حرکت خودش ادامه بده. بله، وقتی یه سوال دارم، این که میگید که این ریسک ها برطرف شده، میخوام ببینم شما چه علائمی گرفتید که این ریسک ها برطرف شده و آیا اساسا اینها ریسک بودن یا خیر؟ ببینید قطعا خب وقتی فضا شفافیت وجود نداشته باشه سرمایه گذارا وقتی احساس کنن که فضایی که در اون دارن سرمایه گذاری میکنن ابهام وجود داره، خب قطعا سعی میکنن از بازار یک مقدار فاصله بگیرن تا این ابهاما و این موارد شفاف بشه و بدونن که در آینده بازار قرار چه اتفاقهایی بیفته. مشخصا در خصوص سهام عدالت خب ما دیدیم که خب یه مقدار نحوه فروش و نحوه واگذاری این 30% شفاف نبود، ولی خب با اخباری که به بازار مخابره شد و خبرهای و امروز هم حتی دیدیم که ناظر پیامی رو در انتهای بازار در خصوص سهام عدالت ارسال کرد و بازار به یه اطمینانی رسید در خصوص نحوه معاملات
سهام عدالت. ما اصلا نمیخوایم بگیم که سهام عدالت تاثیر منفی یا مثبت داره، همین که بازار بدونه که این به چه صورت قرار اتفاق بیفته، خب قطعا سرمایه گذارا میتونن بر این مبنا تصمیمات سرمایه گذاری خودشون رو مشخص بکنن. امروز رو آیا میتونیم بگیم یک نقطه عطف برای صعود مجدد بازار هستش؟ ما دوباره شاخص 1 میلیون رو گرفتیم، ارزش معاملات هم به بیش از 19000 میلیارد تومان تا اینجای کار رسیده و خب شبندر هم امروز باز شد با حدودا 20% بازدهی مثبت و تقریبا سهم ها دارن به سقف های قبلی خودشون میرسن. آیا انتظار میره که سهم و سقف های قبلیشون رو ببینن و حتی از اونها بتونن رد بشن؟ ببینید، اینکه بخوایم بگیم که از همینجا حرکت صعودی بعدی بازار شروع شده، خب یه مقدار شاید زود باشه، ولی خب نشانه های پدیدار شد که بتونیم به آینده بازار امیدوار باشیم. من در مجموع در بلند مدت بازار رو صعودی میدونم، چون به هر حال کلان اقتصاد ما به ما میگه که این بازار همچنان صعودی هستش. من خب اگه بخوایم یه سری موارد رو برای بازار سرمایه بشموریم که چرا من میخوام بگم چرا باید مردم سرمایه هاشون رو بیارن وارد بازار سرمایه بکنن، ببینید خب چند تا دلیله. خب یکی از دلایلش و بدیهی ترین دلیلش اینه که خب چشمانداز دلار توی اقتصاد ما سعودی هستش و فعلا نشانه هایی وجود نداره که ما بتونیم امیدوار باشیم که در آینده دلار میتونه یه روند ثبات و یا روند کاهشی پیدا کنه. این نشانه ها فعلا وجود نداره. خب بازار سرمایه ما تقریبا 60-70% هم دلار محور هست. خب این خودش یک نشانه هستش که ادامه روند صعودی بازار همچنان ادامه داره. نکته بعدی این که خب ما میبینیم کم کم شرکت های بزرگ دارن افزایش سرمایه های خودشون رو از محل تجدید استارت میزنن. خب این شرکت های بزرگ بازار سرمایه که حالا گروه پالایشی میشه گفت پیش قدم شدن برای شرکت های بزرگ، ما تو گروه های فلزات اساسی هنوز شرکت های بزرگی داریم، تو گروه های پتروشیمی هنوز شرکت های بزرگی داریم که اینا اصلا هنوز بحث تجدید ارزیابی رو مطرح نکردن. خب همه ما میدونیم تجدید ارزیابی خیلی نمیتونه کمکی به درآمد یا اون بهبود وضعیت عملیاتی شرکت بکنه، ولی خب به هر حال بازار ما نسبت به این موضوعات میشه گفت ایونت درایونی که حالا مطرح هستش و بر این اساس یک سری سرمایه گذارها استراتژیشون بر اساس همین ایونت درایورها هستش که استراتژی هاشون رو مشخص میکنه. نکته بعدی این که ببینید در سالی قرار گرفتیم که مدام از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی مطرح میشه که شرکت های قرار وارد بازار سرمایه بشن. خب وقتی شرکت ها میخوان بیان وارد این بازار بشن، ما دیدیم ارز اولیه ها خب چقدر جذابه برای بازار سرمایه و معمولا هم طوری اتفاق میفته که بتونن حداقل برای مدت این جذابیت خودشون رو حفظ بکنن. خب این خودش باز میتونه بازار رو جذاب بکنه. نکته دیگه بحث خب اصلاح ساختار اقتصادی ما هستش توی موضوع نرخ بهره و موضوعات دیگه. من خب یه برنامه قبلیتون رو مشاهده میکنم راجع به نرخ بهره و واقعا خب شاید سخت باشه که کاهش نرخ بهره به این راحتی اتفاق بیفته، ولی خب به هر حال ما مسیری رو در پیش گرفتیم که این مسیر انتهاش باید کاهش نرخ بهره باشه. خب اینم باز پالس مثبتی هست برای بازار سرمایه. ما ورود سهامدارای جدید رو داریم، سرمایه گذارای جدید رو داریم به بازار. این خودش خب داره به تعمیق بازار سرمایه کمک میکنه. نکته بعدی که داریم خب توی سری از صنایع ما حذف ارز 4200 تومانی که حالا از زمان که مطرح شد ارز یا ارز جهانگیری که حالا معروف شد توی بازار، ما داریم میبینیم که این ارز دیگه عملا وجود نداره در صنعت دارو، در صنعت غذایی، در صنعت قند و شکر میبینیم وجود نداره. خب باز اینجا یه پتانسیل، یا حتی گروه لاستیک، اینجا یه پتانسیل افزایش نرخ‌های وجود داره. موارد دیگه این که میبینیم خب بحث ارزش زیر مجموعه ها بود که خدمتتون عرض کردم و برحله داریم میبینیم که توی سطح دنیا بیماری کرونا داره کم کم ریشه کم میشه و ما میبینیم که با بازگشت اقتصادهای بزرگ به اون و ترمیم اقتصادهای بزرگ میبینیم که نرخ کامودیتی ها هم داره یک روند
رو به رشدی رو تجربه میکنه. مس، فولاد و نفت. نفت رو میبینیم که خب توی یک بازگشت رویایی از سطوح 16-17 دلار به سطوح 35-40 دلار برگشته و پیش بینی میشه که تا حتی 50 دلار هم رشد بکنه. خب همه این عوامل نشون میده که این بازار سرمایه ما عوامل جذب سرمایه بهتری داره تا اینکه ما بخوایم بریم توی دلاری سرمایه گذاری بکنیم که تنها فاندش فقط رشد خود دلار میتونه باشه. یا حالا اگه شما سوالی دارید نه خواهش میکنم. خواستم اینو شما امروز چه کردید آقای مظفر؟ ببینید امروز خب من توی روزهای گذشته سعی کردم اصلاح پورتفو بیشتر داشته باشم تا اینکه بخوام از سهمی خارج بشم یا نقد بکنم. من به هیچ عنوان تو روزهای گذشته ارتباطمون خب با آقای مظفرنیا دچار اختلال شد، حالا علتش نمیدونم چی هستش، ولی خب صحبتهایشون تا اینجای کار این بودش که عوامل مختلف و نشانه های مختلف وجود داره که بودن تو بازار سرمایه خوب هستش، افزایش قیمت کامادیتی ها و پایین بودن نرخ بهره هم از عمده ترین اونها بود. جناب آقای مظفرنیا همچنان با شما هستیم. عذرخواهی میکنم. من توی این روزها خب میگم تلاش کردم که پورتفو رو اصلاح پورتفو انجام بدم. من برداشتم این هستش که گروه پتروشیمی و گروه پالایشی همچنان میتونن تو آینده بازار رشدای خوبی رو تجربه بکنن. توی یک سال گذشته فکر میکنم گروه غذایی، گروه خودرو، گروه بانک، اینا گروهایی بودن که رشدای خوبی داشتن، اما همچنان به نظرم گروهایی هستن که پتانسیل ادامه رشد رو دارن. گروه دارویی فکر میکنم پتانسیل ادامه رشد رو داره. و خب تو این روزهایی که گذشت من ترکیب سبدم رو سعی کردم بیشتر ببرم به سمت گروهایی که فکر میکردم همچنان از فاند لازم برای رشد برخوردار هستن و میتونن تو ادامه بازار مورد توجه بازار قرار بگیرن. یعنی شما 100% سهم هستید، آیا از اعتبار استفاده میکنید یا خیر؟ اگر اعتبار بهمون بدن که حتما استفاده میکنیم، ولی یه مقدار گیر آوردن اعتبار تو این بازار سخت شده، ولی من 100% یعنی کامل روی بازار مثبت هستید. بله من روی بازار مثبت هستم. حالا این سوال من جواب دادنش انصافا سخته، یکی از خود منم بپرسه درست نمیتونم جواب بدم، ولی برای اینکه حالا از شما هم یه مظنه بگیریم، برای سه ماه آینده فکر میکنید شاخص کل حدودا تو چه عددی وایسه؟ پیش بینی خود من تو محدوده 1,400,000 تا 1,600,000 هستش. یعنی فکر میکنید که در واقع یعنی این عدد، یعنی سهمای بزرگ بازار از همینجا حداقل 70-80% بعد رشد داشته باشه؟ من اینجور احساس میکنم. بله البته با اون نرخ برابری دلار به ریال و اگر نرخ بهره، میدونید که دیروز این 10,000 میلیارد تومان اوراق فروخته شد با نرخ 15%. بله. که بسیار مساعدم است برای بازار سرمایه. آیا شما توضیحی دارید که من سوالش رو از شما نپرسیده باشم؟ من فقط میخوام یه نکته رو عرض بکنم. ببینید ما تو روزهای گذشته خیلی توصیه کردیم که افراد جدیدالورود که وارد بازار میشن سرمایه‌شون رو ببرن به سمت صندوق‌ها. خیلی خوبه که افراد این کارو انجام بدن، ولی خب یه بررسی که روی صندوق‌ها انجام بدیم می‌بینیم که نهایتاً 4-5 تا از این صندوق‌ها تونستن خوب عمل بکنن و نمیدونم چرا. خب صندوق‌هایی رو می‌بینیم که بازدهی‌های خیلی خیلی کمتر از بورس شاخص داشتن. خب حداقلش اینه که این صندوق‌ها باید بررسی بشه، واکاوی بشه که دلیل اینکه حالا این صندوق‌ها نتونستن به بازدهی خوب برسن به چه صورته، و حالا افراد اگه میخوان صندوق‌هایی رو انتخاب کنن حداقل سراغ صندوق‌هایی برن که عملکرد خوب مناسبی داشتن. قطعاً عملکرد اونها به بهبود بازار سرمایه هم بیشتر کمک میکنه. و نکته دیگه این که ببینید ما در دنیا همه چیز داره میره به سمت اینکه تبدیل به اوراق بهادار بشه، یعنی هر دارایی میتونه در بازار سرمایه معامله بشه. ما دلیلی وجود نداره که بخوایم پول رو از بازار سرمایه خارج بکنیم. بازار سرمایه ما هم باید متنوع بشه و انواع و اقسام دارایی ها توی اون ایجاد بشه که افراد بتونن یک سبد کاملا متنوع در ملک، خودرو، مسکن. باید بتونیم تا جایی که میتونیم از این بحث سکیوریتیزیشن توی
بازار استفاده بکنیم و همه نوع دارایی رو ما بتونیم توی بازار خودمون خرید و فروش بکنیم. انشالله. خیلی ممنون از شما آقای مظفرنیا که وقت گذاشتید و این ساعت ظهر رو با ما بود. انشالله روز خوبی داشته باشید. خواهش میکنم، موفق باشید. خدا نگهدار. خب گفتگو کردم با آقای مهدی مظفرنیا، تحلیلگر خوب بازار سرمایه، مدیر تحلیل کارگزاری بانک سپه هستن ایشون و اطلاعات خوبی دادن. خب در مورد صنعت دارو، پالایش، پتروشیمی، بانک عموما ایشون مثبت بودن، ولی خب در مورد کلیت بازار مثبت بودن و مواردشون رو هم فرمودن که به چه ترتیبی هستش. خب بریم به بخش‌های مختلف بازارمون امروز بپردازیم که چه اتفاقی افتاد تو بازار. عرض می‌کردم که ارزش کل معاملات امروز در بازار سرمایه بیش از 19000 میلیارد تومان بود و خب خیلی اتفاق خوبی هستش. وساپا و ممله، شبندر، خگستر، شستا، خودرو، فولاد، قصابت بیشترین ارزش معاملات رو به خودشون اختصاص دادن. امروز شبندر با 21% بازدهی و مثبت به تابلو برگشت، تقریبا داره به سطوح قبلی قیمتی خودش برمیگرده. بازه قیمتی سال شبندر روی 2200 تومان بود که امروز 2150 تومان بازگشایی شد. بریم با سراغ مهمان دوممون و بیش از اینشون رو تنها نگذاریم، آقای مهدی اردستانی، کارشناس بازار سرمایه، کارشناس محترم بازار سرمایه که تو این ساعت از بازار تایم روز با ما هستن. سلام، زور بخیر آقای اردستانی. امروز بازار حجم خیلی خوبی معامله کرد، بیش از 19000 میلیارد تومان ارزش معاملات تا اینجای کار بود. البته آریا هم الان داره معامله میکنه، روز قبل حدودا 9000 تا 10000 میلیارد تومان بود. آیا امروز رو میتونیم یک خداحافظی اساسی با شاخص 1 میلیونی در نظر بگیریم و آیا میتونیم امروز رو روز آغاز صعود مجدد بازار سرمایه بدونیم؟ یک مقدار بلندتر ممنون میشم آقای اردستانی. عرض سلام و خدمت همه دوستان و ارزم حضور خدمتتون که خب فکر کنم یه خود صدای هنسفیریتون کم هستش. بله، خواهش میکنم. خب تا آقای اردستانی آماده بشن، عرض میکردم که امروز صنعت پالایشگاه ما خیلی خوب معامله کرد و هلدینگ های پتروشیمی هم امروز خوب بودن. البته مثلا صنعت مسمون رو بخوایم نگاه کنیم، فملی رو اگر بخوایم ببینیم، اون هم با 123 میلیارد تومان ارزش معاملات خیلی خوب معامله کرد، اکثرا هم صفحه خرید شد. با آقای اردستانی مجدد هستیم. خب آقای اردستانی میفرمودید آیا میتونیم امروز رو آغازگر یک روز خوب برای، در واقع روزهای خوب برای بازار سرمایه بدونیم؟ رشد شارپی که ما در مرحله قبل داشتیم، بازار نیاز به یک استراحتی داشت. در واقع تا حالا دوستان تکنیکالی عدد 920000 رو در واقع پیش بینی می‌کردن که تقریبا شاخص به اون عدد رسید. در واقع هیجان بازار خارج شد و انرژی لازم برای رد کردن شاخص 1 میلیونی رو انشالله به دست آورده. ضمن اینکه خبرهای خیلی خوبی ما رو بحث تجدید ارزیابی داشتیم، خبرهای خیلی خوبی رو بحث گزارش شرکت‌ها که در واقع محرکای رشد بازار رو داره. همونجوری که شما فرمودید ما خبرهای خیلی خوبی رو به صنعت پالایشگاهی رو داشتیم، رو صنعت بانکی، رو صنعت فلزات که در واقع محرکای اصلی بازار سرمایه هستن و انشالله این روند انشالله ادامه دار باشه. آیا فکر میکنید پولبکی دوباره به سمت پایین خواهیم داشت یا اینکه نه ما میتونیم بگیم که به هر حال اینجا میتونه، همین امروز میتونه یکی از بهترین نقاط خرید برای سهام باشه؟ به نظر میرسه که حالا به مرور بحث چشم‌اندازی که توی بازار هست، اینجا در واقع میتونه یک نقطه حمایتی خیلی خوب باشه. با توجه به اینکه ارزش معاملات هم بالا بود، این امیدواری وجود داره که اینجا میتونه به عنوان یک نقطه حمایتی باشه. شما امروز در بازار سرمایه چه کردید آقای اردستانی؟ امروز در واقع بیشترین توجهات مربوط میشد به صنعت پالایشگاهی که خب ما بازگشایی همونجوری که شما فرمودین بازگشایی نماد شبندر رو داشتیم، خب صفحه خیلی خوبی رو بحث خود نماد شپنا داشتیم و گروه های فولادی، بانکی و در واقع گروه های هولدینگ مثل شستا، قدیر، پارسان که در واقع اینا هم در واقع به روند روبه رشد بازار کمک کردش، ولی خب نمادهای اصلی در واقع رو اینا بود. ضمن اینکه خب ما شایعاتی هم رو بحث افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی والا شرکت هایی که وجود داره، هم رو بحث پالایشی ها، هم رو بحث در واقع شرکت مخابرات، کلن بازار اصلاح خودشو کرده و به نظر میرسه که انرژی لازم برای ادامه حرکت رو به دست آورده و انشالله
هم که میاد تایید کننده این صحبت ها باشه. شما امروز خریدار بودید یا فروشنده جناب اردستانی؟ خب در برای مشتری ها در واقع خریدار بودیم. عموماً خریدن. عموماً خرید کرده بودن. ضمن اینکه خب یه سری هم در واقع پورتفولیشون رو اصلاح می‌کردن. بیشتر نمادها گفتم خدمتتون روی صنعت پالایشگاهی، بانکی، در واقع هلدینگ‌های حالا مثل شستا، قدیر، پارسان و حالا شرکتی مثل اخابر در واقع مخابرات. شما در مورد سهام عدالت حالا با مشتری‌ها دارید صحبت می‌کنید، اون ترسه دیگه ریخته دیگه، اون بحث سهام عدالت و ابهام دیگه مطرح نیستش؟ خدمتتون که ببینید هنوز روند اجرایی این قضیه مشخص نیست. یعنی شما ببینید امروز برای اولین بار در واقع یه سری از نمادها تو نماد 4 ما بازگشایی رو داشتیم که بتونن در واقع سهامدارای عدالت سهامشون تو این بازار به فروش برسه، ولی شکل اجرایی این قضیه هنوز مشخص نیست. باید ببینیم که امروز ظرف امروز و فردا ببینیم به چه شکله، ولی اون در واقع کنترلی که رو بحث هیجانات فروش این قضیه بوده به نظر من داره درست انجام میشه. امیدواریم که انشالله اطلاع رسانیش در واقع به شکل بهتری باشه، فعالای بازار آشنا باشن با این قضیه و در واقع یکی از حالا ترسای بازار که بیشتر مربوط میشه به عرضه های سهام عدالت هم انشالله مرتفع بشه. شما حالا سهامدارانتون یا مشتریانتون فول سهمن یا اینکه نه از اعتبارم استفاده میکنن یا اینکه نه بخشی رو در بازارهای موازی بردن؟ حالا اون شکلی که در واقع وجود داره من فکر میکنم که اکثریت بازار تقریبا حالا بین 70% تا 100% پولشون رو توی بازار دارن. اگه انشالله ما این 1 میلیون رو انشالله به خوبی رد بکنیم به نظر میرسه که پولای جدیدم انشالله وارد بشه، چون خیلی ها شناسایی سود کردن توی حالا شاخص 1 میلیونی که در واقع قبل داده شد. برای اینکه وارد بشن یه مقدار این در واقع ابهاماتی که روی در واقع سهام عدالت وجود داره، حالا عرضه های سهام عدالت و اینکه حالا یه جورایی خبرات تایید کننده اون رشد باشه، من فکر میکنم که انشالله اون قضیه هم حل میشه. خیلی ممنون آقای اردستانی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دارید. آیا توضیحی هست که من سوالش رو از شما نپرسیده باشم؟ نه خواهش میکنم، من در واقع کلیات رو گفتم خدمتتون. حالا انشالله از روز شنبه به هفته آینده بازار با شرایط بهتری در واقع انشالله شروع کنه و حالا با این ارزش معاملاتی که امروز اتفاق افتاد به نظر میرسه که کف خیلی خوبی رو ساخته، انشالله شاهد ورود پولای جدیدم باشید. انشالله خیلی ممنون و انشالله تعطیلات خوش بگذره. خدا نگهدار. خیلی ممنونم از دعوتتون. خداحافظ. خداحافظ شما. خب گفتگو کردم با آقای مهدی اردستانی، تحلیلگر با شخصیت بازار سرمایه. خب ایشون هم خیلی اطلاعات خوبی راجع به بازار در اختیار ما قرار دادن. عموما بچهای بازار میبینید که الان فول سهم شدن و خیلی از کسایی که قبلا شناسایی سود کرده بودن و از بازار خارج شدن و دارن تقریبا رو همون اعداد بلکه بالاتر برمیگردن تو بازار. این خاصیت بازار سرمایه است. رو ترندهای صعودی خیلی نباید به فکر نوسان باشیم، ولی من امروز عرض کردم دوباره دیدم این سهم در صف شپنا قفل شده، نمیدونم چرا قفل میشه. خب اونجا سهامدار عمده داره، بهتره بیاد عرضه کنه، ولی تو مابقی سهم صف قفل شده نداشتیم. مثلا بانکی ها داشتن راحت معامله میکردن یا سهام های فلزی راحت داشتن معامله میکردن و این صفشون قفل نشده بود و نقش شوندگی به طور کافی تو این دست از سهام و صنایع بالا بود. ساعت 13:07 است، شروع دو سه دقیقه دیگه برنامه ما تمام میشه. من ادامه بدم صحبتامو تا اینکه به انتهای برنامه انشاءالله برسیم. گل گوهر رو امروز داشتیم که اون هم صفحه خرید بود و حدودا 30 میلیارد تومان هم معامله شد. شمش فخوز خوب معامله شده تو بورس کالا. سنگ آهنی ها هم از اون دارن نرخ میگیرن، خب طبیعتا به نفعشونه. اینجا پالایشگاه نفت اصفهان 181 میلیون صفحه خرید موند، حدودا 17 میلیون برگه معامله کرد، به زور حجم مبنیشو پر کرد. 23 میلیارد تومان هم ارزش معاملاتش شد. تقریبا شپنا هم داره به سقف قبلی خودش میرسه. پالایشگاهی از اون دست صنایعی هستن که زودتر از مابقی دارن سقف قبلی خودشون رو میبینن. بانک ملت رو قیمت حدوداً 1900 و حدوداً که ندیگه 1937 تومن 6 ریال صفحه خرید، خیلی کوچیک، البته تو کل بازار صفحه خرید نداشت، داشت خیلی کامل و خوب معامله میکرد، نزدیک به قریب به 390 میلیارد تومن ارزش معاملاتش بوده. و پارس خودرو هم به همین ترتیب صفحه خرید جزمون. این بخش از برنامه‌مون فعلا تمام هستش. ساعت 16:30
دقیقه با گفتگوی ویژه‌مون با مدیران محترم وزارت اقتصاد در مورد این 10000 میلیارد تومان اوراقی که منتشر شده می‌خوایم به گفتگو بنشینیم، ببینیم که روند نرخ سود بانکی یا نرخ بهره این اوراق رو برای امسال یعنی سال 99 چگونه ارزیابی می‌کنن، حجم انتشار اوراق به چه ترتیبی خواهد بود و اصلاً چجوری این اعداد رو در اون واحدهای مربوطه در وزارت اقتصاد تعیین و اندازه‌گیری می‌کنن. ان شاء الله ساعت 16:30 دقیقه، حالا عرض کردم یه 5 دقیقه این برانور ما رو ببخشید، با شما خواهیم بود. فعلا خدا نگهدار.